با عرض سلام و ادب، من لئوناردو خوارزمی هستم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید و با یه برنامه دیگه از مجموعه آموزشی معماری کامپیوتر در خدمت شما هستم. قبل از شروع ویدیو لطفاً ما کانال ما رو دنبال کنید، برام کامنت بذارید و ما رو لایک کنید. پس بریم سراغ ویدیو. Let's do this. خب من در این آموزش از کتاب سازمان و معماری کامپیوتر چاپ دهم نوشته شده توسط ویلیام استالینگز استفاده میکنم. خب در این آموزش ما از بخش اول معرفی و فصل اول مفاهیم پایه و تکامل کامپیوتر میخوایم به زیر فصل 1-2 بریم و ساختار رو مورد بررسی قرار بدیم. خب در اینجا ما ساختار رو داریم. ما اکنون به طور کلی ساختار داخلی یک کامپیوتر رو مورد بررسی قرار میدیم و از یک کامپیوتر سنتی با یک پردازنده شروع میکنیم که این کامپیوترمون واحد کنترل به صورت میکرو برنامه ریزی شده رو به کار میبره. سپس یک ساختار چند هسته‌ای معمولی رو مورد بررسی قرار میدیم. در اینجا ما واحد پردازش مرکزی یا CPU رو داریم که عملیات های سیستم رو کنترل میکنه و یا عملیات های پردازش داده رو اجرا میکنه که اغلب به این سنترال پروسسینگ یونیت یا واحد پردازنده مرکزیمون پردازنده میگیم به صورت اختصار. و در اینجا حافظه اصلی رو داریم که داده ها رو ذخیره میکنه. خب در اینجا ما کامپیوتر رو داریم که تشکیل شده از سیستم ورودی و خروجی، حافظه اصلی و سنترال پروسسینگ یونیت یا واحد پردازش مرکزی هستش که این سه بخش، سه جزء توسط سیستم باس و گذرگاه سیستم به هم دیگه متصل شدن. در ادامه ما واحد پردازنده مرکزیمون شامل بخش‌های دیگه هستش، از جمله واحد منطق محاسباتی، ثبات‌ها و واحد کنترل که این اجزای CPU نیز، واحد پردازنده مرکزیمون نیز یک گذرگاه درونی دارن که اینها رو به هم دیگه متصل میکنن. و در ادامه واحد کنترلمون خود شامل بخش‌های دیگه میشه، مانند منطقه ترتیبی، ثبات‌های واحد کنترل و رمزگشاها و حافظه کنترل که همه اینها بخونن شکل یکی و یک هستن. کامپیوتر ساختار سطح بالا رو، ساختار سطح بالایی از کامپیوتر رو بخونن برای ما به نمایش گذاشتن. خب در اینجا ما بخش ورودی خروجی رو داریم که داده ها رو بین کامپیوتر و محیط بیرونیش به قولن حرکت میده. و در اینجا اتصالات داخلی سیستم رو داریم که به این صورت تعریف میشه، مکانیزم هایی هن که برای ما این امکان رو فراهم میکنن که بتونیم واحد پردازنده مرکزی، حافظه اصلی و بخش ورودی خروجی رو به هم دیگه ارتباط بدیم. یه مثال رایج از سیستم اینترکانکشن یا ارتباط داخلی سیستم میتونه گذرگاه سیستم باشه که شامل تعدادی به قولن سیم رسانا هستش و اجزا به اون متصل هستند. خب این فیلم آموزشی هم به پایان رسید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ادامه این فیلم رو هم در کانالم به زودی میذارم. در شبکه اجتماعی ما رو دنبال کنید، برام کامنت بذارید و این فیلم رو لایک کنید. یادتون باشه که من به نظراتون احتیاج دارم تا کیفیت این آموزش رو بالا ببرم. تا یه فیلم آموزشی دیگه شما رو به خدا میسپارم. بدرود.